سرخط مهمترین خبرها. آمادگی ها برای امضای توافقنامه صلح امریکا با گروه طالبان در قطر. قرار است این توافقنامه با حضور وزیران خارجه و نمایندگان ویژه حدود 30 کشور و سازمانهای معتبر بین المللی فردا در دوحه پایتخت قطر امضا شود. احتمال سفر مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا و ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو به کابل همزمان با امضای توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان قرار است که دو مقام آمریکایی و ناتو با مقامهای افغان اعلامیه مشترک صادر کنند. تجلیل و گرامی داشت از مهم هود روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور. سلام، با خبر شش از نگاه خوش آمدید. نهم هود روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مبارک باد. امروز جمعه نهم هود سال 1398 خورشیدی است که برابر است با 28 فوریه سال 2020 میلادی. گروه طالبان میگوید که توافقنامه صلح آمریکا با این گروه فردا امضا خواهد شد. دفتر سیاسی طالبان در قطر می افزاید که قرار است وزیران خارجه و نمایندگان ویژه حدود 30 کشور و سازمانهای معتبر بین المللی در مراسم امضای این توافقنامه شرکت کنند. قرار است پس از امضای این توافقنامه مرحله بعدی کاهش خشونت ها آغاز و آمادگی برای برگزاری گفتگوهای بین الافغانی تا دو هفته دیگر گرفته شود. ساعات دیگر تا آغاز روز جدید و گشایش روزنه امید برای تأمین صلح دائمی در کشور. روزی که قرار است توافقنامه صلح آمریکا با گروه طالبان به امضا برسد و مذاکرات طولانی و چندین دوره‌ای دو طرف به ثمر بنشیند. ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان حدود یک سال در دوحه پایتخت قطر در رابطه با صلح افغانستان گفتگو کردند و در نهایت با گذشتن هفته کاهش خشونت ها گزارش ها مبنی بر این است که فردا دو طرف توافقنامه صلح را امضا می کنند و مرحله جدید برای تأمین صلح دائمی آغاز می شود. مرحله ای که قرار است افغان ها با مذاکرات رو در رو به توافق صلح برسند. قرار است مراسم امضای توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان به میزبانی و مدیریت دولت قطر در یکی از مجلل‌ترین هتل‌های دوحه برگزار شود. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر، بر رسانه‌ها گفته که روز شنبه این توافقنامه امضا خواهد شد. وی همچنان افزوده که قرار است وزیران خارجه و نمایندگان ویژه حدود 30 کشور و سازمان‌های معتبر بین المللی در مراسم امضای این توافقنامه شرکت کنند. با گفته سهیل شاهین، این توافقنامه آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان را رقم خواهد زد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر، گفته فردا توافقنامه صلح را با آمریکا امضا می‌کنیم. قرار است در مراسم امضای آن وزیران خارجه و نمایندگان ویژه حدود 30 کشور و سازمان‌های معتبر بین‌المللی در مراسم امضای این توافقنامه شرکت کنند. امضای این توافقنامه روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، دور بعدی کاهش خشونت‌ها و آغاز مذاکرات بین‌الافغانی را رقم خواهد زد. هرچند جزئیات دقیق این توافقنامه منتشر نشده، ولی منابع دخیل در این مذاکرات میگویند که درست پس از امضای این توافقنامه مرحله بعدی کاهش خشونت ها آغاز و آمادگی برای برگزاری گفتگوهای بین الافغانی تا دو هفته دیگر در یکی از کشورهای اروپایی گرفته شود. همزمان با این منابع گفتند که یک هیئت 6 نفری برای انجام گفتگوهای مقدماتی با طالبان به دوحه فرستاده شده است. گفتنی است که این هیئت در پی تمامی نگرانی ها از چگونگی تشکیل و اعضای اشتراک کننده آن فرستاده می شود.
چنانچه پیش از این نیز رهبران احزاب، سیاسیون، نهادهای مرتبط با صلح، فعالان مدنی و شهروندان کشور نگرانی های جدیشان را در مورد افراد شامل این هیئت ابراز کرده بودند. آنان با تأکید بر همشمول بودن هیئت مذاکره کننده گفتند که تشکیل این هیئت باید در مشوره با احزاب و سیاسیون صورت گیرد تا در گفتگوها از تمامی اقشار جامعه نمایندگی بتوانند. اینک اما بنابر گزارش ها هیئتی که چگونگی تشکیل و افراد شامل آن نیز مشخص نیست به قطر فرستاده شده و قرار است مرحله مقدماتی گفتگوهای صلح را به پیش ببرد. مقام ها در کابل میگویند که مارک اسپیر وزیر دفاع ایالات متحده و ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو فردا شنبه به کابل می آیند. آنان می افزایند که این دو مقام امریکایی و ناتو یک اعلامیه مشترک به هدف تجدید تعهد جامعه جهانی برای حمایت از افغانستان صادر کنند. با گفته آنان این دو مقام امریکایی و ناتو با مقام های افغان دیدار خواهند کرد و بار دیگر تعهدشان را برای پشتیبانی از افغانستان اعلام خواهند کرد. ناتو و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اما تا کنون در مورد این سفر چیزی نگفته است. نماز عبادی سیاسی جمعه با حضور هزاران نمازگزار در مساجد و مصلی‌های کشور برگزار شد. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه از نتیجه تقلبی انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کرده میگویند که کمیسیون های انتخاباتی باعث شده است که دیگر مردم در پروسه انتخابات اشتراک نکنند و دموکراسی از بین برود. آنان همچنان با حمایت و پشتیبانی از تشکیل حکومت همشمول میگویند که حکومت آینده باید بر اساس آرای پاک مردم ایجاد شود. از سوی هم این ملا امامان از تطبیق طرح کاهش خشونت ها استقبال کرده بار دیگر بر تأمین صلح دائمی تأکید ورزیدند. شهروندان کشور با حضور گستردهشان در مساجد و مصلاهای کشور نماز عبادی سیاسی جمعه را در فضای اخوت و برادری ادا کردند. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با انتقاد شدید از کمیسیون های انتخاباتی میگویند که ضعف مدیریتی و خیانت به آرای پاک شهروندان از سوی کمیسیون انتخابات باعث شده است که اعتماد مردم نسبت به پروسه انتخابات کاهش یابد و در آینده آنان در پروسه های ملی شرکت نکنند، زیرا با باور ملا امامان مساجد با نتایج تقلبی که از سوی کمیسیون های انتخاباتی اعلان شد مردم پس از این در پروسه انتخابات همانند گذشته ها اشتراک نخواهند کرد. آنان همچنان با حمایت و پشتیبانی از تشکیل حکومت همشمول میگویند که حکومت آینده باید بر اساس آرای پاک شهروندان ایجاد شود. بی‌کفایتی و ضعف مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات سبب شد که دیگر مردم ما با اون اعتماد سابقه به پای صندوق رأی حاضر نشدند. دیگر مردم سالاری، دیگر دموکراسی به خاطر ضعف این مدیریت برای همیشه در افغانستان به دار آویخته شد. از سوی هم این ملا امامان از طرح تطبیق کاهش خشونت ها استقبال کرده بار دیگر بر تامین صلح دائمی تاکید ورزیدند. هفته کاهش خشونت که به عنوان مقدمه و پیشواز از امضای توافقنامه صلح در نظر گرفته شده بود در حال پایان یافتن است و به حمد الله خوشحال هستیم که طرفین در هفته کاهش خشونت صادقانه عمل کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که فردا توافقنامه صلح آمریکا با گروه طالبان به امضا برسد و پس از آن با گفتگوهای بین الافغانی صلح دائمی در کشور برقرار شود. ما از این سنگر مقدس به نمایندگی از این ملت عظیم الشأن و بزرگوار از پروسه صلح که منجر به آشتی ملی و منجر به ثبات و منجر به همبستگی ملی و اخوت و وحدت و یکدلی بین هموطنان عزیزمان شود با تمام توان پشتیبانی و حمایت میکنیم. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه بر تحکیم و تقویت وحدت ملی بین مردم و تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور نیز دعا کردند.
از نهم هود روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور طی مراسم در کابل تجلیل و گرامی داشت شد. از این روز در حال در افغانستان گرامی داشت می شود که شماری از خانواده ها و اقارب جان باختگان نیروهای امنیتی از عدم توجه به این خانواده ها انتقاد دارند. به گفته آنان همه روزه تلفات نیروهای امنیتی کشور رو به افزایش است، اما مسئولان تنها به وعده هایی که عملی هم نشده اکتفا می کنند. نهم هود مصادف است با روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور. از این روز طی مراسم های جداگانه در مناطق مختلف کشور تجلیل و گرامی داشت شد. این در حال است که شماره از اعضای خانواده و اقارب جان باختگان نیروهای امنیتی از عدم توجه مسئولین به شدت انتقاد دارند. شماره از بازماندگان نیروهای امنیتی که در سنگرهای نبرد جانهایشان را از دست دادند میگویند با اینکه همواره با عزیزانشان به دلیل مدیریت نامناسب در رهبری نهادهای امنیتی و تقرری های سلیقوی تلفات وارد می شود، اما مسئولین اندک توجهی در این راستا نکردند. در این میان نادیه، خانمی که 4 سال پیش شوهرش را که سرباز اردوی ملی بود از دست داده است، میگوید که حکومت وعده های زیاد به او داده بود، اما با گذشت بیشتر از 4 سال به هیچ یک از وعده هایش عمل نکرده است. نه والا چی کرده چی حرف میکرد؟ ماش صحیح نیست، ماش صحیح نمیده و ماش که میده و ما کفایت نمیکنه، خانه کرایه سر میخریم سر کوتل، زندگی صحیح نداریم. چی کرده؟ نه هر جایی که قطعش میریم به خاطر همش زمین چیزاش میگه برین در بدخشان، از ما شوهر ما بدخشان است، بدخشان زندگی کرده ما نمیتونیم، همیجا هستیم دیگه. یک خانه یک چیز بر ما بوده که زندگی ما جود. بچه ما شهید شده است در چهره زنبق، سرباز و کلان بود، این مدت 3-3.5 سال میشه، ماش هم داده نداده، در خانه کرایی ششتیم، آم ببرق، کرایم ببرق. نگستیم بایلی خدا اشترایل استیم، سفیریش هم در خانه افتاده. مسئولان بنیاد مساعدت برای قهرمان نیز از بتوجهی دولت در قبال نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به شدت انتقاد میکنند. آنها نیز میگویند که برخوردهای سلیقوی و بتوجهی ها در راستای تجهیز نیروهای امنیتی سبب وارد شدن تلفات با آنان در سنگرهای نبرد شده، اما مسئولان هیچ برنامه و طرحی برای پایان این روند ندارند. با گفته آنان دولت نه تنها در قسمت حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کوتاهی کرده است، بلکه به خانواده های مجروحین و معیوبین جنگ نیز توجه ندارد. بورسیه هایی که در حدود 4250 بورسیه های تعلیمی که به خاطر فرزندان قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و در حدود 1300 بیمه های صحی که امو سربازایی که اونا متاسفانه با بنابر بعضی مشکلاتی که وجود داره اونا نمیتونن درست تداوی صورت بگیره در شفاخانه خصوصی، اینا را ما تداوی کنیم. هدف از این روز فقط امی گرامی داشت و تقدیر و تمجید از جانفشانی های قهرمانان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بود. از سوی هم شماره از اشتراک کنندگان این مراسم به این باورند که گرامی داشت از این روز به معنی پاسداری از ارزش‌ها و تلاش‌های نیروهای امنیتی است که در سنگرهای داغ نبرد سینه سپر کردند. انجمن شفخانه خصوصی هم در کنار از نبوده با یک هدف ملی، البته چون نیروهای امنیتی اساس ادامه ایجاد یک دولت ملی و با یک قدرت همیشه حامی از این نیروهای امنیتی بوده و در این راستا شفخانه خصوصی هم با انجمن شفخانه در رأسش این تعهد داشته که بالاخره در کنار از اینا بتونیم از نیروهای امنیتی حمایت بکنیم. روز نهم ماه هود در سال 1395 هجری خورشیدی در تقویم افغانستان به عنوان روز سرباز به هدف پاسداری از کارکردهای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور رسما جا داده شد و از این روز همه ساله در کشور بزرگ داشت می شود. با نزدیک شدن به 25 سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی، گفتمان صلح در اندیشه شهید مزاری در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان این گفتمان میگویند که اندیشه های شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری الگو و نماد وحدت بوده و تمامی اقوام ساکن در کشور باید با پیروی از اندیشه های وی برای تحکیم وحدت ملی بیشتر از پیش تلاش ورزند. با گفته آنان شهید مزاری
گذاری شهید وحدت ملی را در افغانستان یک اصل می دانست و اکنون نیز با حفظ وحدت ملی می توان به صلح دائمی دست یافت. با گذشت هر روز 25مین سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی نزدیک می شود. شهروندان کشور نیز با نزدیک شدن به سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری مراسم و گفتمان هایی را برای یاد و یادآوری اندیشه های این شهید بزرگ برگزار می کنند. چنانچه امروز نیز گفتمان تحت عنوان صلح در اندیشه های شهید مزاری در کابل برگزار شد. در این گفتمان که اقشار مختلف مردم، هم از بزرگان، جوانان، دانشگاهیان و فعالان مدنی شرکت کرده بودند، استاد عبدالعلی مزاری را نماد وحدت و یکپارچگی در کشور دانستند و باور آنان شهید مزاری همیشه بر وحدت میان اقوام ساکن در کشور تاکید داشته و عدالت اجتماعی را یک اصل میان مردم میدانست. شهید مزاری از اقلیت ها و حقوق اقوامی که در کشور محروم بوده صحبت میکرد و میگفت که راه حل مشکل افغانستانیه که با واقعیت های افغانستان واقع بینانه برخورد شد و واقعیت ها در نظر گرفته شد و راه حل مشکل افغانستان تفاهم است. احزاب و مردم باید همدیگر را قبول بکنند و حذف نبکنند. در این حال آنان با اشاره بر پروسه صلح می افزایند که اکنون کشور در شرایط حساس قرار دارد و تمامی اقوام ساکن در کشور باید با تحکیم وحدت ملی به پیش بروند. آنان همچنان تاکید می ورزند که هیئت مذاکره صلح باید همشمول، فراگیر و جامع باشد، زیرا به باور آنان صلح دائمی زمانی تامین خواهد شد که تمامی طرف ها و اقشار جامعه در مذاکرات سهم داشته باشند. تا زمانی که گفتمان سیاستمداران ما، گفتمان جامعه ما، گفتمان مردم ما یک گفتمان عدالت خواهانه نباشد، صلح امکان ندارد. بهترین نسخه نسخه استاد شهید بود که تشکیل حزب وحدت اسلامی افغانستان به ایشان طراحی کردند و از تمام ولایات، از تمام مجاهدین، از تمام احزاب که در داخل حضور داشتند دعوت کردند که در این جلسات، در این گرد همایی دور هم جمع شد. این در حالی است که قرار است فردا توافقنامه صلح میان امریکا و گروه طالبان فردا در دوحه پایتخت قطر به امضا برسد و پس از آنان روند گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. مسئولان امنیتی پروان تطبیق مرحله کاهش خشونت ها را گام مثبت به سوی برقراری آتش بس دائمی در کشور می دانند. مسئولان امنیتی و باشندگان ولایت پروان در مراسم تجلیل از روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همچنان بر برقراری آتش بس عمومی و آغاز گفتگوهای رو در رو با افغان ها تاکید می ورزند. آنان می افزایند که برقراری آتش بس زمینه ساز صلح است و طرف های درگیر باید در پی تطبیق کاهش خشونت ها آتش بس عمومی اعلام کنند. از نهم حد روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با برگزاری همایش‌های گسترده در مناطق مختلف کشور تجلیل و گرامی داشت شد. یک از این مراسم اینجا در مرکز تعلیمی پلیس ولایت پروان با اشتراک مقام‌های محلی، مسئولان و منصوبان نهادهای امنیتی، بزرگان قومی و شماری از باشندگان این ولایت، هم از زنان و مردان برگزار شد. مسئولان محلی در این ولایت با اهدای دسته‌های گل و تقدیرنامه به منصوبان امنیتی از این روز تجلیل کردند. در این حال آنان در این مراسم از تطبیق مرحله کاهش خشونت ها در کشور استقبال می کنند. آنان با اشاره بر مزایای کاهش خشونت ها ابراز خوشبینی دارند که تطبیق این طرح بتواند به برقراری آتش بس عمومی و تأمین صلح پایدار می انجامد. کی افغانستانی که واقعا مورد تجاوز بیگانه ها قرار دارد، این جنگ افغانان نمی خواهند. امیدوار هستم که صدای خوش را ما شما بشنیم در میشب روز. کاهش خشونت یک قدم است. سایر اشتراک کنندگان در این همایش نیز میگویند که 14 جنگ در کشور تلفات زیاد جانی و مالی به غیر نظامیان وارد کرده است. آنان میافزایند که نیت صادقانه و مخلصانه نیروهای امنیتی و دفاعی در دفاع از ارزش‌های ملی کشور باعث موفقیت آنان شده است. یک روز در تقویم افغانستان به نام شما مسمی می شود، یک افتخار بسیار بزرگ است برای نیروهای امنیتی ما. با این حال نیروهای امنیتی به تمامی مسئولان و باشندگان این ولایت وعده می سپارند که
در برابر هر گونه ظلم، استبداد و خشونت بیشتر از هر زمان دیگر مبارزه جدی خواهند کرد. هماهنگی محکم ما ایجاد کردیم و این را حفظ میکنیم و به یکی دیگر احترام میگذاریم و یکی دیگر در آغوش میگیریم. چندین ولسوالی را ما از پیشان پس دوباره گرفتیم. این در حالی است که همواره گزارش ها در مورد افزایش تلفات نیروهای امنیتی نیز به نشر میرسد. تلفاتی که یک از دلایل عمده آن مدیریت نامناسب در رهبری نهادهای امنیتی گفته شده است. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که نتیجه معاینات 10 واقعه مشکوک به ویروس کرونا در ولایت های کابل، هرات، بغلان و غور منفی تشخیص شده است. سخنگوی وزارت صحت عامه گفته است که این موارد در 24 ساعت گذشته به ثبت رسیده بود. با گفته او از جمع این 10 واقعه 5 واقعه آن در کابل، 3 واقعه در ولایت هرات، 1 واقعه در ولایت بغلان و 1 واقعه دیگر هم در ولایت غور به ثبت رسیده بود. وی افزوده است که 9 واقعه مشکوک دیگر هم در ولایت هرات به ثبت رسیده که معاینات آن به کابل رسیده و نتیجه آن تا 24 ساعت آینده مشخص می شود. بر اساس آمار وزارت صحت تا به حال 24 واقعه مشکوک به ویروس کرونا در ولایت های کابل، هرات، غور، هلمند و بغلان به ثبت رسیده که تنها نتیجه 1 واقعه آن مثبت تشخیص شده است. در ادامه گزارش وضعیت آب و هوا. در خارج از کشور تدرس ادهانوم رئیس سازمان صحی جهان گفت که اگر اقدامات قاطعانه به صورت فوری روی دست گرفته شود، جهان می تواند که ویروس کرونا را تحت کنترل درآورد. رئیس سازمان صحی جهان در نشست خبری روز گذشته که در شهر ژنو برگزار شده بود، گفت که پیام سازمان صحی جهان دوامدار این خواهد بود که این ویروس از قدرت سرایت به همه جا برخوردار است و این سازمان با فراهم کردن اسباب و لوازم هر کشور را کمک می‌کند تا در برابر این ویروس آماده شوند. همزمان با انتشار ویروس کرونا، دانشمندان نیز سعی می‌کنند راه برای مبارزه با آن پیدا کنند. تلاش ویروس شناسان برای ساخت واکسینی برای این ویروس متمرکز شده است و دیگر کارشناسان هم تلاش دارند که داروی را برای این ویروس کشنده بسازند. اما این نخستین بار نیست که دانشمندان با یک ویروس کرونا مواجه می شوند و شکست دادنش هم به آن راحتی که فکر می شود آسان نیست. حالا دانشمندان می گویند که با کوشش همدیگر به زودترین فرصت واکسین را برای ویروس کرونا پیدا کنند. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ضمن محکوم کردن حمله هوایی رژیم اسد به محل استقرار نیروهای ارتش ترکیه در ادلیب سوریه اعلام کرد آمریکا در کنار ترکیه همپیمان و متحد خود در سازمان ناتو می ایستد. وزارت خارجه آمریکا از رژیم اسد، روسیه و نیروهای تحت حمایت ایران می خواهد که فوراً به این حملات پایان دهند. در این بیانیه همچنین آمده است که آمریکا از گزارش‌های رسیده از منطقه مطلع بوده و برای شفافسازی بیشتر با مقام‌های ترکیه در تماس است. در پی حمله شب گذشته رژیم اسد در ادلیب، نیروهای مسلح ترکیه مواضع رژیم اسد را در طول شب گذشته هدف قرار دادند. تصاویر مربوط به انهدام مواضع رژیم اسد از سوی تیارهای بی سرنشین ترکیه ثبت شده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی ترکیه که برای برقراری آتش بس در ادلیب مستقر هستند، هدف حمله نیروهای رژیم اسد قرار گرفت که در نتیجه 29 تن از آنان جان باختند. یونان به دنبال انتشار اخبار مبنی بر گشودن مرزهای ترکیه برای ورود مهاجران به اروپا، تقویت مرزهای زمینی و دریایی خود در برابر هجوم مهاجران را تشدید کرد.
مسئولان امنیتی یونان با اعلام تقویت مرزهای زمینی و دریایی برای مقابله با هجوم مهاجران گفت آتن در این زمینه با اتحاد اروپا و ناتو در تماس است. در میان سالهای 2015 تا سال 2016 یونان به عنوان دروازه اصلی ورود صدها هزار پناهجو به حوزه اروپا به حساب می آید. اما یونان بر اساس توافقنامه با اتحاد اروپا مانع ورود جریان مهاجران شد. نخست وزیر یونان گفته که مقام های این کشور کنترل مرزها را برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به جزایر یونان که هزاران مهاجر در آنجا زندگی می کنند را تقویت می کنند. صدها مهاجر بعد از آن که ترکیه مرزهای خود به سوی اروپا را گشود به مرز میان ترکیه و یونان برای ورود به حوزه اروپا هجوم آوردند. با اعلام ترکیه در مورد تصمیم برای مانع نشدن ورود پناهجویان سوریه به اروپا، گروهی از مهاجران در شمال غربی ترکیه به سمت مرز خود با یونان هجوم آوردند. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.